داستان نجومی بگیرم دوباره چند روزیه که با چند اظهار نظر به سطح جامعه اومده و به موضوعی داغ تبدیل شده. بدهکار یا طلبکار؟ پرونده نجومی بگیران تقریباً به فراموشی سپرده شده بود و مردم سعی می‌کردند این ماجرای تلخ را هر طور که شده فراموش کنند که خبر رسید نجومی بگیران طلبکار هم شدند. خبر را یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد. دو سه نفر از افرادی که پول‌ها را پس دادند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند، مبنی بر اینکه این پول‌هایی که از ما پس گرفتند قانونی نبوده و درخواست استرداد مجدد آن را از دیوان محاسبات و خزانه دارند. ساعتی بعد سخنگوی قضا هم گفت برای 20 نجومی بگیر پرونده قضایی تشکیل شده است. 20 نفر طبق گفته دادستان محترم تهران پروندهشون آماده شده، کیفرخواست خورده، رفته دادگاه اخیراً، ولی هنوز حکم صادر نشده. نجومی بگیران علاوه بر حقوق‌های آنچنانی از سودهای سرسام‌آور هم بهره‌مند بودند. اژه‌ای یکی از این ترفندها را بازگو می‌کند. یعنی اومدن یک شرکت زیانده را با سندسازی مطرح کردند که این سودده بوده و مبلغی را به عنوان سود اون شرکت بین خودشون تقسیم کردن. این نه تنها این پول رو باید برگردونن، مجرم هم هستن، باید مجازات هم بشن. حتما یادتون هست که سال 95 انتشار فیش حقوقی چند تن از مدیران اجرایی حسابی سر و صدا به پا کرد. اون موقع هم گفتند به سرعت رسیدگی میکنیم. مشخص شد که از این 93,000 نفر و این بررسی وسیع 397 نفر مشمول مازادی میشن تحت عنوان حقوق نامتعارف، یعنی تا یک سقف 20 میلیون تومان رو همجوری که مصوبه شورای حقوق دستمزد تعریف کرده بود به عنوان حقوق متعارف در نظر گرفت دیوان محاسبات و مازاد بر اون رو به عنوان حقوق نامتعارف تعریف کرد، که اون 397 نفر تقریبا مبلغ کلشون نزدیک 23,200,000,000 تومان بود. چندی بعد هم سخنگوی دولت رسما اعلام کرد پرونده نجومی بگیرها رسیدگی کامل و از نظر دولت بسته شده است. واقعیت امر اینه که کار پرونده تمام شده است دیگه. بررسی کردن، دیدن چه به حق چه به ناحق هر کسی از 20 میلیون تومان بیشتر گرفته، از 93,470 نفر فقط اون 93,000 که هیچی، اون 470 فقط 397 نفر از اینا هم خواستن که آقا شما این مبلغ رو بیشتر گرفتید بیاید پس بدید. تسهیلات همه رو اومدن پس دادن. 10 تا گفتن که آقا به حضرت عباس این حقمون بوده چنین، گفتن باید بدید، اونام رفتن دادن. آخر شد 2 تا. همه اینها این اضافی گرفته ها 23 میلیارد تومنه. حالا حدود 10 ماه از اعلام بسته شدن پرونده مشخص شده است که برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده تعداد بیشتری هم در دادسرا در دست رسیدگی است. این تعدادی که رفتن حالا فعلا از نظر دادسرا گفته که اینها مجرم هستند و برای 20 نفر کیفرخواست صادر کرده رفته دادگاه که طبعا باید رسیدگی بشه.